برخلاف ادعایی که حکومت میکنه که اعتراضات تونسته جمع بکنه و تمام شده، بازداشت مثلا امسال ترانه علی دوستی اونم به این شکل بریزن تو خونش، نشون میده که نه، حکومت خیلی اتفاقا نگرانه و میدونه اعتراضات جمع نشده و میدونه این آتش خیلی داغتر از اون که ماها شاید فکر میکنیم اون زیر هست. وگرنه بازداشت مثلا ترانه علی دوستی به حال با بازتاب جهانی که داره به حال خیلی پرهزینه است برای حکومت. ترجیح میده منطقه یا حکومت حدی استبداد حتی دارای کمی عقل ترجیح میده یه جور دیگه با این برخورد بکنه. برای اول اینو نشون میده. دوم توی سخنرانی علی خامنه‌ای شما اون نطق معروفش رو دیدید، میگفت این کاری که هنرمندا کردن و سلبریتا کردن اینا بی ارزشه. این نوع لشکرکشی نشون میده که نه اتفاقا حکومت میده خیلی با ارزشه. یعنی در واقع اینا تمام توان نظامی امنیتیش رو آوردن اینجوری مثلا با یه بانوی هنرمند، اونم کسی مثل ترانه علی دوستی که همه اون موازش موازه صلح و حقوق زنان و غیره بوده. بله حکومت سعی میکنه مرعوب بکنه، در واقع یه شمشیری که کشیده فقط بحث مرعوب کردن نیست. دوره تازه ایست از سیاست های جمهوری اسلامی درباره سلبریتی‌ها، درباره هنرمندان. اگر یه زمانی سعی می‌کرد هنرمندان رو مثلا با تطمیع یا پشت پرده با فشار نگه داره، الان دیگه سیاست کره شمالیست دیگه شمشیر کشیده، میگه اگر با ما نباشید، اگر مجیز منو نگید، دیگه این نیست که فقط ممکنه نظرم بیاد تلویزیون، جاتون تو زندانه. می‌دونید این دوره تازه است، در واقع تغییر شکل حکومت، تغییر شکل سریع‌تر حکومت از یک استبداد اسلامی به یک شکل حکومت بعثی هم هست، خیلی شبیه صدام حسین داره میشه علی خامنه‌ای و این ساختار دیگه واقعاً شبیه ساختار حکومت بعثی شده. منتها آنچه که گفتم اساسا اعتراضات ادامه پیدا کرده بود، ما اساسا اسمش رو گذاشتیم انقلاب، دیگه اعتراض نیست، چون تغییرات ماهوی اتفاق افتاده، تغییرات عمیق اجتماعی اتفاق افتاده و یکی از تغییرات اجتماعی اینه که ترس از استبداد ریخته، تعداد شجاعان، تعداد آدمایی که حاضرن هزینه بدن خیلی بیش از اونه که حکومت تصور میکنه و خب همین هم معادلات رو عوض کرده.